نیلوفر پور ابراهیم همکارم از پاریس در ارتباط با ما همراه شده. نیلوفر، این سفر داره در حالی صورت میگیره که جنگ در اوکراین میدونیم شدت پیدا کرده، در این شرایط چه انتظاری میشه داشت از این سفر؟ معتقدن که انتظار زیادی نباید از این سفر داشت با توجه به روابط بسیار نزدیک روسیه و چین و همینطور روابط نچندان گرم اتحادیه اروپا و چین و افزایش میتونیم بگیم تنش‌ها میان چین و آمریکا. بنابراین وضعیت پیچیده ای، با این حال کشورهای اروپایی از جمله فرانسه در تلاشن تا روابطشون رو با چین بهبود ببخشن و همینطور از این کشور کمک بگیرن برای پایان دادن به جنگ اوکراین. در واقع هدف اورسولا وندرلاین و همینطور ایمانوئل مکرون از سفر به پکن اینه که بتونن تقویت بکنن امکان این که چین از در واقع تأثیری که داره از روابطی که داره با ولادیمیر پوتین استفاده بکنه برای پایان دادن به این بحران. ایمانوئل مکرون در بعد و سفرش هم در این کشور به این موضوع اشاره کرده، گفته با توجه به نقش و روابطی که پکن داره با مسکو میتونه سهم مهم و تاثیرگذاری داشته باشه در ایجاد در واقع مسیر یافتن صلح در اوکراین، ولی به نظر میرسه که کار سختی رو در پیش داره. به این موضوع خودش اشاره کرده، گفته که وارد شدن به یک روابط استراتژیک برای رسیدن به این هدف میتونه از اون چیزی که تصور میکنیم بسیار دشوارتر باشه. به این هم اشاره کرده که هر کسی به ولادیمیر پوتین کمک بکنه در این راه تهاجم همدست در واقع اوست در جرایمی که دارن مرتکب میشن و همینطور در زیر پا گذاشتن قوانین بین الملل. از طرف دیگه کشوری مثل فرانسه یا ایمانوئل مکرون در این سفر اهداف اقتصادی رو هم داره دنبال میکنه. هیئت همراه او بیش از 50 نفرن از بخش‌های مختلف صنعت و اقتصاد و فرهنگ و هنر فرانسه و یا مثلا رؤسای شرکت‌های بزرگ فرانسوی مثل ایرباس که او رو در این سفر همراهی می‌کنن و امیدوارن بتونن روابط اقتصادی رو با این کشور تحکیم ببخشن با توجه به نقشی که در واقع چین داره و روابطی که شرکت‌های خصوصی مثلا فرانسوی یا اروپایی دارن ایفا می‌کنن در همکاری‌های مشترک با هم. ولی این نگرانی‌ها رو هم دارن، مثلا رئیس اتحادیه اروپا به این موضوع، رئیس کمیسیون اروپا به این موضوع اشاره کرده قبل از سفرش، اینکه نباید یک طرفه باشه، به همون اندازه در واقع شرکت‌ها باید استقلال خودشون رو هم به نوعی حفظ بکنن. و واکنش‌ها چه بوده به این سفر؟ میتونیم بگیم یکی از مهمترین واکنش هایی که داره بحث های مرتبط با نقض حقوق بشر هست و واکنش هایی که مؤسسات و سازمان های حقوق بشری به این سفر داشتن و اینکه باید این دو در واقع سیاستمدار اروپایی در سفرشون مقام های چین از جمله رئیس جمهوری این کشور رو در مورد نقض حقوق بشر و نقض حقوق به عنوان مثال اوگورها در چین تحت فشار قرار بدن، در مورد این موضوع صحبت کنن. اورسولا وندرلاین پیش از سفرش به این موضوع به طور مشخص صحبت کرده، ولی به نظر میرسه این مورد در این زمینه ایمانوئل مکرون شاید احتیاط بیشتری به خرج بده و در این مورد کمتر صحبت بکنه. حالا باید ببینیم در این سفر به این موضوع اشاره خواهد شد یا نه و اینکه چقدر میتونه این سفر تاثیرگذار باشه، که خیلی ها همونطور که اشاره کردن معتقدن که تاثیر زیادی نخواهد داشت برای حل بحران اوکراین، هرچند که معتقدن کشوریه که میتونه در واقع تأثیر رادیکال و سری داشته باشه اگر بخواد برای پایان دادن به بحران اوکراین. متشکرم از نیلوفر پور ابراهیم، همکارم از پاریس.